انتخابات این دوره ی ریاست جمهوری در آمریکا بیش از هر زمان دیگری شکاف بین آمریکایی‌ها ایجاد کرده. پلیس اعلام کرده که هیچگاه تاکنون این میزان تبلیغات کارزارهای انتخاباتی در محیط‌های شهری و محوطه منازل مسکونی به سرقت نرفته است. من خودم تابلوی ساختم و جایش گذاشتم. تبلیغات را ندزدید، این یک جرم است. ما دو حزب داریم که چنان از هم متنفرند که نمیتوانند کشور را در مقابل خود قرار دهند. از تبلیغات انتخاباتی و جنبش جان سیاه ارزش دارد گرفته تا بحث سقط جنین و ویروس کرونا. به نظر هیچ کس نمیداند اختلاف ها چگونه اینقدر عمیق شده. اتفاقی است که به تدریج روی داده. همه ما تاریخی شگرف با خود داریم و هر طرف به نوعی از این تاریخ شگرف سخن گفته است. فرانک دیکینسون جریمندرینگ را قسمت عمده ای از ماجرا می داند. جریمندرینگ قدرتی است که قانونگذاران ایالتی از آن برای دستکاری در حوزه های رای گیری و تداوم برتری حزب خود استفاده می کند. جایی که افراد مجبور به رقابت با یکدیگر و حتی با گمنام ترین اعضای حزب خود نیستند، نقطه اشتراکی وجود ندارد. همینجاست که شما باید از همه پرسر و صداتر باشید. دولت محلی اینجا در میشیگان همانند 13 ایالت دیگر بین دو حزب تقسیم شده. یکی فرمانداری را در اختیار دارد و دیگری بر نهاد قانونگذار مسلط است. در ویسکانسین به عنوان مثال فرماندار دموکرات ماه مارس دستور قرنطینه داد. دو ماه بعد جمهوری خواهان که کنترل نهاد قانونگذار را بر عهده دارند موفق به لغو این فرمان شدند. بدین ترتیب بارها و رستوران‌ها دوباره پر از مشتری‌هایی شدند که ماسک به صورت نداشتند. فرماندار سپس دستور داد تا بارها و رستوران‌ها به پذیرش 25% از ظرفیت خود محدود شوند، اما جمهوری‌خواهان با قانونی این دستور را نیز لغو کردند. دستور استفاده اجباری از ماسک در میشیگان نیز همچنان در دادگاه‌ها بررسی می‌شود. این دسته‌بندی‌های محلی در سطح ملی نیز گسترش یافته. تعداد بسیار کمی رای دهنده بلا تکلیف داریم. خبری از نمودار همپوشانی میان هواداران بایدن و ترامپ نیست. بنابراین شما موافق یکی یا مخالف دیگری هستید. به فردی نیاز خواهد بود که بتواند همه را متحد کند. نمیدانم آیا چنین فردی را داریم؟ علائم تبلیغی دزدیده شده از حیات منازل را به یاد دارید؟ افراد آن را نشانه بدی از دوران کنونی می دانند. قبل از انتخابات شاهد خشونت بودیم و احتمالاً بعد از آن هم شاهدش خواهیم بود. فکر کردن به تفرقه و دستبندی بسیار ترسناک است.